ای بسیجی ها به بحران عمیق، فک عظما خورده بس مشت دقیق. در چنین اوضاع ریزش بار و سخت، هیچ کس باقی نمانده جز رفیق. کدوم رفیق؟ کشت و مرده همین شکست نفسیت هم دکتر. خودم هم همینطور. من این مروارید غلطان اقیانوس پهناور استراتژیکی که کشتی نظام توش غرق شده رو، یاور روزهای تنگ و دشوار رو، ریاور سرپیچهای حساس و پرتگاه استراتژی و تاکتیک رو برای باز کردن سر بحث استفاده نمی کنم. خودم با یک مثال عرض می کنم و دکتر رو نگه می دارم برای روزهای مبادا. شرمانده اخلاقتم. عرضم به حضور انورتون، روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت سؤالی دارم که نمیتوانم جلوی جمع بگم. اون بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سؤالش را پرسید، ولی چون همه رفته بودند کسی نمیدونه چه سؤالی کرد و چه جوابی شنید. شرمندتون شدم، ببخشید. دکتر شما بحث رو باز کنید، این یه سرپیچه حساس هست که من پیچ خوردم سرش. از پرقاب افتادی، خودت حالید نیست. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردن، بله میفرمودن که کشته های جنگ رو داشتن میکردن تو کیسه. یکی رو که کردن تو کیسه گفت بابا من زنده هم. مشنگه گفت برو تو کیسه، کشته شدی ولی گرمی حالید نیست. شما لطفاً حالیمون کنین در مورد بحث پیاده روی مرگبار و ذلتبار این ظریف ضعیف ذلیل در کنار دشمن تو خیابان‌های ژنو. نقدی گفته این زیر پا گذاشتن ارزش‌های مقام عظمای ولایت با پای چپ. ریزش بسیجی‌های دورور دل خودمون کم بود، الان باید تو لبنان و عراق و سوریه و یمن و نیجریه و اینا ریزش داشته باشیم. آی دکتر، تا حالا فکر میکردیم نتایج مذاکرات و جام زهری که میریزن تو حلق مقام عظما نظام رو به هم میریزه. الان فهمیدیم خود مذاکره و راه رفتن با طرف مقابلم دل و روده برای نظام نمیذاره. آی دکتر، مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم، بله میفرمودن که دوست مشنگه بهش گفت تو خوردنیا فقط پیاز میتونه اشک آدمو در بیاره. مشنگه برای اینکه ثابت بکنه که طرف اشتباه میکنه یه نارگیل برداشت، با نارگیل کوبید تو کله طرف. روشن شد یا همچی بزنم که اشک در میاد عین نارگیل؟ نخیر همینطوری هم در اومده آی دکتر، چون از همینجا معلوم میشه که اون پشت مشتا چه خبر بوده که حالا بیرونش اینجوریه. این کلید همون اتاق دربسته است که اول بحث گفتم آی دکتر. تازه تو اینقدرشو فهمیدی، تاکتیکشو فهمیدی. ظریف خودش خط به این کاراست، به ژست و پوزش نگاه نکن. این از اوناست که تو خونه ستا سیب زمینی رو درسته قورت میده، اما وقتی میره بیرون یه دونه چیپس نازک و با 8 تا گاز و 2 تا ترمز و 3 تا نیم کلاژ میخوره. این خودش بهتر از بقیه میدونست که این بلا رو سرش میارن، ولی ببین دیگه از اون زهرماری چقدر میخواد به خورد عظما بده که گفته بذار ستا فوش هم از دل واپسا بخورم ولی این کارو بکنم. آی دکتر، سردار نقدی نوشته که چرا مقام عظما برای جوانای اروپا و آمریکای شمالی پیام میدن، جوانای آمریکای جنوبی و چین و آسیا جنوب شرقی و آفریقا و اینا چی میشن؟ بهش بگو ناکس، کلنگ، موجود ناشناخته جنگل های ماداگاسکار، بیله بدون دسته. توی این بحثا فضولی نکن. یه پیام خصوصی سربسته ذلتبار بوده بین خود مقام عظما و اونا. این نقدی فکر کرده که هر جا که بحث استراتژیکی باشه اگه خودشو بندازه وسط قدر و قیمت پیدا میکنه. آخه میگم وقتی قیمت گل بره بالا اون وقت 100% کودم گرون میشه. اصلا این نقدی اگه یه سوال درست رو درمون بکنه باید ازش تست دوپینگ بگیریم. یه دونه است، نمونه است، چون تولید انبوهش هیچ توجیه منطقی نداره. آیه دکتر، بعد از 30 خورده سال و این همه خش از جزایر قمر تا ونزوئلا و هنجار شکنی ها و اون داستانه مادر مکرمه هوگو چاوز و اینها، تازه میگیم نظام هراسی؟ پس دالا گل لغت میکردیم، سر قبری گریه میکردیم که مرده توش نموده؟ اشتباه نکن،
مقام عظما نقش خورشید داره برای زندگی جوانان خارج تو همه کشورهای خارجی. مرحوم عبوی همیشه میفهمده بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمده که یارو به رفیق مشنگش گفت میخوای خورشید زندگی من باشی؟ اونم گفت آره معلومه که میخوام. گفت پس لطفا 150 میلیون کیلومتر از من دور شو. روشن شد یا همچین بذارم که 150 میلیون کیلومتر پرت بشی اون طرف. آیه دکتر یه نامه داریم با اسم مستعار اجن. خب نوشتن من از نامه بیپاسخ مقام عظما قدم زدن فتنناک ظریف با کری، دستگیری معاون اول رئیس جمهور قبلی نظام و اوضاع احوال خراب نظام سردرد و سرگیجه گرفتم. میترسم تورین بشه. گفتی اسم مستعارشو چی نوشته بود؟ اجن. اجن؟ باشه من نمیگم احمد جنتی که دست هم باز باشه. بهش بگو نترس بابا، میگن اسرائیل دیده شده که رو بازوش خالکوبی کرده جنتی سلطان بقا. همچین جس بگیره ناکس که انگار چیزی هم از عمق این بحثایی که ما میکنیم میفهمه. حالا میگه سردرد سرگیجه گرفتم. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزاد بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه با لحن خیلی جدی و خسته به دکتر گفت دکتر لطفا حاشیه نرو. بعدش هم بلند شد از پنجره مطب به افق خیره شد، چشاشو تار کرد، گفت فقط بگو چند روز دیگه زنده میمونم. دکترم گفت بتمرگ بابا، سرما خوردی نمیمیری که. آیه دکتر تیغ مقام عظما که دیگه نمیبره، شما یه نصیحتی بکنین به این جناهای تشنه بخونه همدیگه تو نظام که این کشتی فلک زده رو بیشتر از این سوراخ سوراخ نکنن. آیه دکتر کشتی نیست دیگه، آب کش شده. جناها همه ساکت، میخوام یه صحبت استراتژیکی براتون کنم. گوش کنی ببینید چی میگم. شماها اگه با هم نسازین کار همه تون رو میسازن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یک پدره تو بستر بیماری تو آخرین لحظات عمرش پسراش رو همه رو صدا کرد دورور خودش، گفت همه یه دستتون رو بیارین بالا. همه آوردن بالا، گفت میتونین دست بزنین؟ آیا یک دست صدا داره؟ بعد پسرها همه شروع کردن به بشکن زدن. اینجا بود که پدره تو آخرین لحظات عمرش فهمید که چه گوساله هایی تحویل جامعه داده. این وضعیت نظام الهی ماست. آیه دکتر نمیشد این آخر برنامه یک مثال قشنگتری بزنیم؟ یه دلی تو دل این بسیجی ها و مقام عظما و مسئولین نظام بذاریم. اینطوری که شما همه شما کردین گوساله. تو تازه داری میگی آخر برنامه؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو با رفیقش رفته بودن خرید، طرف یه لباس خیلی شیکی دید 200,000 تومان، میخواست اینو به حساب رفیقه که البته خودش هفت‌خط‌تر بود بخره. گفتش که عزیز جان من کیف پولمو تو خونه جا گذاشتم، میشه تو حساب بکنی؟ اون پسره هفت‌خط‌تر کیف پولش رو در آورد، 1,000 تومان داد به این رفیقش، گفت بیا عزیز جان که این کرایه تاکسی رو بگی برو تا خونه کیف پولتو بردار بیار. ناکس تا اینجا بحث اومدی تو داری فهم سر من کلا میذاری. من شکل دو دور پرنگوشی را دونم که بخوام سر یه اونسانی رو توش بخار کلا بخار 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 ب